مگه رو زنگ زد گفتش که فکر کردیم اصلا مملکت صاحب نداره بابا چند تا دار و فیاد کرد که آقا ما گوش نمونه بذار ما فضا بونو بخوریم همین هیچ کاری نکرد. آره اتفاق افتاده من چیکار باید بکنم؟ آره حتی ما نمیتونیم این خبر رو منتشر کنیم. چرا؟ چون که یه جایی رو انداختن که حتی ما رد و نشونیم. متاسفانه با خبر شدیم که مهدی امینی فوت کرد. یاوران همیشه مؤمن مدیا چهار یا حالتون چطوره؟ بازم اومدیم با یک خبر و حواشی جدید. نزدیک 2 ماه پیش خبری منتشر شد از فوت شدن مهدی امینی. اونم به واسطه اینکه چند روزی پیجش فعال نبود و یک سری پیجا ویدیوهای منتشر کردن که بله مهدی امینی در درگیری زخمی شده و دار فانی رو ودا گفت. ولی بعد از چند روز استوری گذاشت و تکذیب کرد. اما این بار اتفاق ناگواری میشد. اگه دوست دارید ادامه ماجرا رو بدونید که چه اتفاقی افتاده لطفاً با یه لایک خوشگل حمایت کنید و اگه مشترک چنل نبودید همین الان دکمه سابسکرایب رو شلاب بزنید روش. موضوع دقیقاً از 2 ماه پیش شروع شد، زمانی که 5 روز مهدی امینی در بازداشت به سر می‌برد و نمیتونست نه پستی بذاره نه استوری و یک سری از افراد خاصی اومدن با ساختن شایعه فوت مهدی امینی برای خودشون دکون بازاری ساختن و از طرفی کلی فالوور هم به سمت پیج‌های مهدی امینی. اما وقتی کامنت ها رو چک میکردی خیلی ها به یه ورشون به قول گفتنی نبود و همش داشتن فوش مینوشتن که بله طرف فروشنده بوده و بهتر که اصلا طرف فوت کرد. اما بعد از 1 هفته مهدی امینی دوباره فعالیت خودش رو شروع کرد و گمان زنی ها به این سم رفت که خود مهدی امینی اومده شایعات فوتش رو پخش کرده. اگه آدم استرن و حتی یکی از دوستانش دست به افشاگری زد. حالا وکیلی به بچه ها گفتم آقا بهش بگیر این کارو نکنه، ما میشناسیم تو چه آدمی هستی، ما میدونیم اسم و رسم چیه، به خاطر 200 کا حالا 100 کا 300 کا هر کوفتی که بری بر تعرفت رو زیاد کنی بگی من نرخم اینقدر شده ویوم اینقدر شده زشته، به تو نمیرسه اصلا این کار رو انجام بدی که بیا 1 هفته لاپوسونی کنی بگی آه من نبودم سفر بودم استوری نذاشتم، اونا هم راحت مانوف بدم بگم آره دیگه یارو فوت کرده تو فلان مراسم مفریش کردن کلی داستان برای خودشون ببافن. خدا وکیلی اینجور کارا اومد نداره، 2 روز بعد برات اتفاق میفته بازم اینا میگن بابا دروغ دیگه سرکاریه رفته شایر چی میگه چرت بد رو انداخته که مثلا فوت کرده فالوور بگیره دیگه نمیدونم اون بدبخت واقعا مرده. اینکه در انتشار کردن این اخبار مهدی امینی کاملا در جریان بوده تنها سندی که موجوده همین وایسی که در تلگرام داره دست به دست میشه. اما در کمتر از 20 روز یک فاجعه‌ای به وجود اومد، اونم این که مهدی امینی با حامد تبریزی و چند نفر از بلاگرهایی که با همدیگه همکاری میکردن در یکی از رستوران‌های سمت ملار شر و شور بازی در میارن و یکی از دوستانشون شروع به تیراندازی میکنه که این اتفاق خیلی وایرال شد و ویدیوهاشم در فضای مجازی کاملا منتشر کردن که ما به دلیل قوانین یوتیوب نمیتونیم بذاریم، خودتون یه سرچ کنید میتونید ویدیوها رو ببینید. بعد از اون دونه به دونه پیج‌های اینها رو بستن توسط پلیس فتا و خیلی از مخاطبین از بسته شدن پیج‌های این افراد به شدت راضی و خوشحال بودن و پست‌های مختلفی منتشر شد که بالاخره به سزای اعمالشون رسیدن و حقشونه که هر اتفاقی براشون بیفته. اما در خبر جدید منتشر شده که مهدی امینی واقعا فوت کرده، اونم به دلیل همون دعوای جنجالی که در رستوران انجام داده. اون شبی که این اتفاق افتاد همگیشون مست بودن و وقتی که صاحب رستوران در رو میبنده و میگه تایم کاریمون تموم شده، مهدی امینی، حامد تبریزی میگیرن با ضربه و مشت و لگد به در و شیشه رستوران اغتشاش به وجود میارن. صاحب رستوران هم زنگ میزنه به یک سری افراد که بیان این قضیه رو حلش کنن و اونجا یک درگیری شدیدی رخ میده که شروع به تیراندازی میکنن و به دلیل تیراندازی براشون خیلی گرون تموم میشه و مهدی امینی به مدت 1 هفته در بازداشتگاه به سر میبره و بعد از اینکه آزاد میشه افرادی براش شر و شور میکنن و طبق همین خبرها در سکوت خبری مهدی امینی دار فانی رو ودا گفت. ارگه بایز بادی بود مثل میبی دار چی باید بگم اوچا بابا بچه هم مز بودن آخه چیتا برگی هم نشد و حالا چهار دعوا شد بگه رو زنگ زد گفتش که
بکردیم از سر مملکت صاحب نداره بابانتون در میانم چند فوش مادرم داد سر همون زنم به در شیشاش که فوش نده وگرنه از بحث دعوان نبود گوه باز کن ما گوشمونه یه لغبه رو آبده قضا بخوریم اینجا باز نیست بعد چند شر و شور ریختم با ماشین اومدم با الکس اومدم که دعوا رو گیرن یکی از بچه ها اسلحه داشت اومد تیر اندازی کرد از این کار مهتی در بود مهتی و چاری کاری نکرده بود اونجا فقط چند دار و فیاج کرد که آقا ما گوش نمونه بذار ما وزابونو بخوریم همین هیچ کاری نکرد آره اتفاق افتاده من چی کار رو بکنم حتی مرتی و بعد میانجیگری کرد که آقا یه اتفاق رو افتاده جوون بودیم و اشتباه کردیم و همه چی گردن خودش هم داخت آقا حتی بچه هم ولش کنید نمیدونستم من اشتباه کردم من بدی کردم و به خاطر همه رفت بازداشتگاه این واقعا حدفش نبود این مفریه که بیان دورش کنن ببرنش جا ناکجا آورد بعدا سرش بیارن و حتی ما نمیتونیم این خبر رو منتشر کنیم چرا؟ چون که یه جایی رو انداختن که حتی ما رد و نشونی ازش نداریم